درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه یکم اسفند ماه همراه ما باشید. شورای وزیران اتحادیه اروپا در پنجمین بسته تحریمی خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران 32 شخص از جمله دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی، برخی از مقام‌های قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و دو نهاد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به دنبال افزایش نگرانی‌ها درباره حضور کریس ویلیامسون، نماینده پیشین پارلمان بریتانیا در تلویزیون پرس تیوی به عنوان مجری رسانه دولتی جمهوری اسلامی، یکی از کمیته‌های مجلس عوام بریتانیا در حال بررسی مجوز امنیتی وی برای تداوم دسترسی او به پارلمان است و ویلیامسون ممکن است در چند روز آینده دسترسی خود را به مجلس بریتانیا از دست بدهد. ایرانیان از کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی به بروکسل رفته و تجمع اعتراضی بزرگی برپا کردند. این تظاهرات همزمان با نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در همین شهر برگزار شده است. یکی از درخواست‌های اصلی و مشخص معترضان اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا است. کارکنان و بازنشستگان مخابرات امروز اول اسفند در چندین شهر ایران تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمعات در اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات، عدم پرداخت کمک هزینه های رفاهی و هزینه های درمانی برگزار شده است. همچنین امروز دوشنبه کارگران معدن سور و روی یزد در اعتراض به عدم تحقق مطالبات و معوقات مزدی اعتصاب کردند. ساعت کارگران معدن سربروی یزد برای 6 ماه حقوق عقب افتاده. بر اساس گزارش‌های لحظه‌ای وبسایت بن‌بست، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران حوالی ظهر دوشنبه یکم اسفند از مرز نمادین 50,000 تومان عبور کرد و به 50,150 تومان رسید.